بخش 170 و دوم گفتارهای عمومی قسمت دوم بحثمون در مورد موریس ملو فیلسوف فرانسوی است و نقش بزرگی که در شکلگیری اندیشه در قرن بیستم در جهان داشت. گفتیم که وقتی ما از ملو صحبت میکنیم اولین کلمه ای که به ذهن میاد اولین مفهومی که به ذهن میاد مفهوم شناسی است و ما به خصوص از این نقطه نظر به قضیه نگاه میکنیم که پدیدارشناسی چقدر اهمیت داره در هم تاریخ جامعه شناسی و انسان شناسی و هم در اون چیزی که امروز در اختیار ماست و اون چیزی که بیشترین به اصطلاح استفاده رو میشه از رویکرد جامعه شناسی کرد خب پدیدارشناسی در، یا فنومنولوژی که از لحاظ فلسفی اون رو به ادموند هوسرل فیلسوف اتریشی که از 1859 تا 1938 زندگی میکرد نسبت میدن به نوعی هوسرل رو بنیانگذار پدیدارشناسی شناسی میدونن بعد ادامه پیدا میکنه در هم علوم اجتماعی ما حالا اشاره خواهیم کرد به خصوص شوت در علوم اجتماعی و هم در فلسفه و اینجا به عنوان یک شخصیت مهمی که ما بهش میپردازیم به هم جهت میریم به سراغ ملوپونتی خب ببینیم اولا که پدیدارشناسی چیه حالا اگه بخوایم به زبان خیلی ساده ای بگیم که پدیدارشناسی چی هستش پدیدارشناسی ترجمه واژه فنومنولوژی است که خود این واژه خب لوژیک یعنی شناخت در یونانی لوگوس و بخش اول این واژه فنومنولوژی فاینومنون هست یعنی اون چیزی که ظاهر میشه اون چیزی که پدید میاد و همجد در فارسی گفته شده پدیدار شناسی اون چیزی که دیده میشه این دیدن این رابطه حسی بعد میبینیم که چقدر, چقدر مهمه اگر بخوایم به زبان دورکیمی صحبت کنیم همون چیزی که دورکیم حالا با اون نگاه خودش بهش میگه اون شیء بیرونی اون واقعیت بیرونی که بیرون ذهن ما وجود داره که البته این یک نگاه دورکیمی هستش که در اینجا اصلا با چنین نگاهی ما روبرون نیستیم ولی اون چیز که در بیرون وجود داره اون پدیده که در بیرون وجود داره و ما با اون رابطه برقرار میکنیم این اصل و اساس پدیدارشناسی هستش این شروع پدیدارشناسی هستش منتها از کجا پدیدارشناسی در واقع شروع میشه از جایی که شناخت رو ربطش میده با اون پدیده و اهمیت خود اون پدیده رو اون چیزی که در اون پدیده وجود داره و اون چیزی که اون پدیده ظاهر میکنه رو اصل قرار میده در این شناخت نه تفسیری که ما در مورد پدیده میکنیم حالا در این مورد توضیح خواهیم داد بنابراین اهمیت در اینجا همون رابطه است که ما با پدیده برقرار میکنیم ولی ارزشی که میدیم به پدیده یعنی نه اون چیزی که خودمون در ذهنمون میگذاریم روی پدیده تفسیر و عقایدمون و غیر و غیره بلکه اون چیزی که در خود پدیده هست بسیار شبیه گفتم باید این مسئله رو دقت کرد به بحثی که ما در مورد رابطه با پدیده بیرونی که کردیم شیعی کردن یا ریفیکیشن اما با یک ظرافت اینها از هم جدا میشه نقد بسیار بیشتری میشه کرد به نظریه دورکیمی چون این شیعی کردن از نظر او با یک نوعی انفعال هم همراه برای اون شی برای اون پدیده یعنی وقتی که جامعه رو تبدیل به یک شی میکنه ولو حالا به عنوان یک فرض روش شناختی به هر تقدیر یک مقدار انفعال در این نگاه وجود داره که در پدیدارشناسی چنین چیزی نیست و درست برعکس تلاش میشه که ما از پدیدار به یک ذهنیت فعال و تاثیرگذار برسیم خب پس بنابراین در پدیدار شناسی حالا چه اون گونه ای که حسر مطرح میکنه که خب بیشتر یک بحث صرفا فلسف... فلسفی هستش چه در اون شکلی که ملوپونتی مطرح میکنه که روابط بسیار زیادی پیدا میشه بین اون و شاخهای دیگه علوم اجتماعی مسئله بازگشت به درک شناخت است درک از پدیده یا ادراک پدیدار شناختی که به صلاح بحث اصلی هستش که ملوپونتی انجام میده به نوعی بازگشت به شناخت هست اینکه شناخت چی هستش و چطور این شناخت باید رابطه پیدا کنه با پدیده به عبارت دیگه چه گونه ای از رابطه شناختی با پدیده میشه ایجاد کرد که ما رو نه به طرف یک به اصطلاح پوزیتیویسم خیلی سطحی ببره که اون چیزیست که میشه اون در چیزی که میشه از طریق اون یا اون زاویه که میشه از طریق اون مفهوم شیعی شدن دورکیمی رو مورد انتقاد قرار داد و نه ما رو به طرف یک تفسیر متافیزیک یا یک تفسیر استعلایی ببره که دورمون کنه از واقعیت اون پدیده که با اون سرکار داریم ملوپونتی در این زمینه تنها نیست و بسیار نزدیک هم به اساتیدی که دنبال روی اونها بوده خصوص بوسرل و هایدگر و همچنین دوستانش خصوص سارت که دوستی زیادی با هم داشتن و بعدها بر سر موزگیری به اصطلاح سارت به نفع سیستم های چپ از تایی 60 و بعد دیگه ملوپونتی کاملا با سارت از اواخر دهی پنجاه در واقع کاملا از او فاصله میگیره ولی بر تقدیر نگاه فلسفیشون بسیار نزدیک هم در چارچوب اگزیستانسیالیسم هم در چارچوب پدیدارشناسی ولی فیلسوفان و متفکران دیگه هستند مثل پول ریکور، مثل امانوئل لویناس مثل ماکس شلر و هایدگر که بهش اشاره کردیم و در آمریکا هم که آلفرد شوکس هست که ما باز هم بهش اشاره خواهیم کرد خب پس گفتیم که مسئله در اینجا این هست که سوژه یا فرد یا اون کسی که میخواد شناسنده باشه شناسا باشه با یک پدیده وارد یک رابطه میشه و این رابطه برای او یک تجربه زیستی است مثلا این است که چطور این تجربه زیستی نه منجر به یک تجربه صرفا وابسته به اصل تجربه بشه یعنی این رابطه فیزیکالی که ایجاد میشه ولی اینکه این رابطه فیزیکال تبدیل به یک رابطه حسی بشه که همیشه میشه به حال وقتی ما از تجربه صحبت میکنیم از یک نوع برخورد حسی صحبت میکنیم چیزی رو میبینیم چیزی رو میشنویم چیزی رو لمس میکنیم و آمپیریسم در اینجا اگر متوقف بشه در این تجربه حسی و این تجربه حسی بخواد صرفا ضبط کننده رابطه تجربی باشه که ایجاد شده خب این میشه یک امر آمپیریستی و یک امر امری که به خودی خود ایجاد یک رابطه حسی رو ایجاد یک رابطه مستقیم رو یک ارزش تلقی میکنه ما میتونیم روی این قضیه در انسانشناسی مثالهای زیادی بیاریم که بسیار از انسانشناسان که خب اگر از کلاسیکا بخوایم صحبت کنیم میتونیم به مالینوفسکی اشاره کنیم بسیار تاکید میکردن مثلا در موضوع پژوهش به حضور در میدان این حضور در میدان همون رابطه آمپیریک و رابطه فیزیکی هستش که با موضوع مورد مطالعه که حالا میشه بهش گفت فنومن یا پدیدار میشه مطرح کرد یعنی اه، اه، یک نوع اولویت دادن به این رابطه فیزیکال و تجربی به عنوان اینکه این به خودی خود میتونه عامل شناخت باشه خب نه در اینجا در پدیدار شناسی و پدیدار شناسی ملوپونتی چنین چیزی نیست یعنی این نیستش که هر نوع رابطه فیزیکالی که ما ایجاد بکنیم این بتونه ایجاد شناخت و ایجاد ادراک شناختی بکنه ایجاد ادراک پدیدار شناختی بکنه و حتی میتونه موجب انحراف هم بشه در ذهنیت هرچند که این انراف رو حالا خواهیم گفت که به اون شکلی که مثلا مارکس مطرح میکنه در از خود بیگانگی نمیپذیره ملو پونتی این یک سوی قضیه است و سوی دیگه بحث ایدالیسم است یعنی ایدالیسم یا آرمانگرایی ما رو به نظریه نزدیک میکنه به تئوری نزدیک میکنه ذهنیت نزدیک میکنه یعنی اینکه وقتی ما با یک پدیداری سر و کار داریم میتونیم این پدیدار رو نه لزوما یا نه صرفا و تنها بر اساس اون چیزی که از اون پدیده دیده میشه بلکه اون رو بر اساس ذهنیتی که از اون پدیده داریم بشناسیم درک بکنیم در ذهنمون توسعه بدیم بهش و غیره اینجا هم باز نکات ظریفی وجود داره چون واقعیت قضیه اینه که ما هرگز نمیتونیم یک پدیده رو صرفا در اون چیزی که ظاهر میکنه بشناسیم چون همیشه ذهن ما دخالت فعال میکنه ذهن ما سطوح شناختی برای درک پدیده ها داره بخاطر خاطر اینکه از زمانی که حتی به دنیا نیومدیم از لحاظ و وقتی به دنیا میایم سیستم حسی بلا فاصله شروع به کار کردن میکنه و ناخودآگاهی ایجاد میشه که این ناخودآگاه رو هم کاملا نسبت بهش ملوپونتی توجه داره ناخداگاهی به وجود میاد که بخش بزرگی از اندیشه های ما رو درباره اون چیزی که در بیرون وجود داره میسازه سیستم های رد شناختی یا تاکسونومی که به وجود میان که به هر حال وقتی من یک چیزی رو میبینم اون رو میبرم و با اینها مقایسه میکنم اینها معادل اون چیزی است که دورکیم بهش میگفت پیش داوری و معتقد بود که خب که جامعه شناسی خوب هست که بتونه پیش هاش رو کنار بگذاره ولی تمام قضیه اینه که همونطور که ما در اونجا در نقد دورکیم میگفتیم که پیش داوری ها رو کنار گذاشتن کاری نیست که به این سادگی کسی بتونه انجام بده و تا به امروز هم راه حلی جز اون چیزی که بوردیو و دیگران به اون میگن بازتابندگی یا رفلکسیویتی یعنی اینکه وقتی که کسی در مورد چیزی داره پژوهش میکنه خودش رو هم در نظر بگیره خودش رو هم تحلیل کنه ما پیدا نکردیم در اینجا همین مسئله هستش یعنی اینکه ما میگیم صرفا خودش رو محدود نکنه به اون چیزی که پدیدار نشون میده ظاهر میکنه منظور این نیستش که هیچ کدوم از اون ذهنیات که در ذهنش هست رو اه اه حتی اگه بخواد بتونه بگذاره کنار منظور این هست که اونها رو اصل نگیره و از اونها مبانی برای تفسیر و تعبیر و دامن زدن به یک نوع تفکر انتظایی استفاده نکنه به طرف آرمان ها و اون چیزهایی که در ذهنش میخواد که پدیده به اون برسه تا بتونه پدیده رو درک میکنه و بر اساس رابطه‌ای که در اینجا ایجاد میشه ما به شناخت پدیدار شناختی میرسیم thank